Zaten bir kez de hata var. Bu hata var hem cengizden önce kuştu kuştu artık ne turistlerim de giren bu onu muhammet kattı ona adam hayırlı sıcağı var. Ama diyeceğim ki hata var hem bana devlet merkezi bana da şuru kardım ve cenk kardım. Şimdi diye ona hamle kardı. Ona cenk kardı. Fes bu din tertip devleti ki fermandarı nezami گذشتیم که جعفر وایا شروع کردن با آنها حمله کردن و جنگ کردن چون با ترکمن هستش و جعفر وایا توی با هم هستن گفته به همه این ترکمن ها وایا خرم وایا چوب وایا بیرونیم به دهات اتوایا هم حمله کردن و اتوایا هم آمد این هم انگیزه بود که بیان با هم متحد بشن با هم آشتی میکنن باید متحد بشن برای دولت مرکزی برای دولت فرما اصطرابان این هم یک واقعی است که واقعی است که این جواب شما است که سوال نکرده بود این سوال کرده این دلیلش اینه که اونا وقتی که ترکمنا شروع جاروای شروع کرد درم می جنگن و دهاتشون آتش می زنن نه توایا چکر نخورده بودن وقتی که بدی و نام نکردن با آن جنگی دیگه یک دن ورشن کشته شد چند نفر از فارس ها کشته شدن نتونستن اون وقت اون هم تاثیر تاثیرشون علم کرد برخواست در اون فونلار اون نگذاشته اینا با هم دیگر ارتباط پیدا کردن تو همه گفتن بیان آشتی کنن برای دولت جنگ کنیم ادامه این برنامه چی شد؟ هفت ماه هشت ماه اینطور طول کشید این جریان بعد همونی که ترکمن ها خودشون پیشنهاد پیشبینی میکردن که بالاخره رضا شاه دوروبر خودش و خانها را سرکوب کرده بالاخره سراغ ترکمن ها که میاد رضا شاه فرستاد در حدود یک تیپ به وسیله فرمانده تیپ هم ترتیب زاهدی معروف فرستاد اومد بندرگاه وقتی که بندرگاه اومد خانه های ترکمن ها را این اونی که شما میکنون لفوتنید یعنی اشتباه هست برای شما اومد اینجا زاهدی خانه های ترکمن های جعفروار را خواست که ما اومدیم و قسم خواهیم کشید جنگ خواهیم کرد که این جنگ رو شما بیایید تسلیم بشید ارن خان اراد قروان خان نفر سردار مولا حسین معروف کنی چند نفر ده دولت ورد خان نرفته فقط رفتم بندرگاه و سرتیب زاهدی نشستم گوینده ترکمن هم اراد قروان خانه سرتیب اومده تسلیم بشید اومد اراد قروان خان همین تو که مولا حسین به من اینه تعریف کرد و خود مولا حسین هم هست اونجا رفته اونجا تو این نماینده ترکمن ها و خانه ترکمن ها بندرگن اراد قروان خان خانه ترکمن جوابی سرتیب زاهدی رو میداده داده گفته که بله ما آشتی میکنیم جنگ جنرال کشت و کشتارم نواشه برمیگردیم با همون قسمت اول ما که نمیخواستیم با شما مثلا توگان نکردیم برای شما توگان نکردیم و شما خانه ما رو کشتید نامردانه مثلا فرماندار شما و این باعث شد که ما مثلا به قول شما توگان بکنیم یا فلان بکنیم ما هیچ وقت خودمون نمیخواستیم میگرد که دولت مرکزی و فرماندارتون تحریک میکنه میکشه فران میکنه که تو ما که سر جنگ نداشتیم اما تون میگه خب ما این جنگ را خاتمه میدیم و شما هم نه یاد بطرق مزار قشن نکشید اراد قروان خان پیشنهاد میکنه سرتیب زاهدی میگه نه
من برای اینکه شما جمعنگیر اعتبار نمیتونم بکنم به حرفای شما، من باید فتح کنم تمام ترکمنزارا رو که تابع دولت مرکزی باشه، تابع شاهنشاه رضا شاه باید باشه. دو تابع حال نبوده تو همینطورم شکراب می نما همیشه بوده اونا، این برای اینکه اینها رو تهدید کرده باشه، ترسانده باشه و اینها رو میگه. شیخ حضرت گرفته و برگوشانه گرفته، خشقایی رو مثلا کشته، سرم کلن معتویانه گرفته، شما هم بی خود کشت و کشتار میشه، اینه که بهتر که تسلیم میشه. وقت اینا برگشتن، برگشتن رو قاعدتاً میباید عثمان شاه قشونی آماده بکنه و قشونم اومده امروز فرداش بکنه. و این شخص که من از لحاظ جنگی، از لحاظ اداره امور کشور نه اطلاعی داشت، نه قدرتی داشت، نه خانها با هم دیگر متحد می شدن بر علیه ایران، بر علیه فرماندار استراباد می جنگیدن و سور می کردن. این فاکت، این حقیقت، این تاریخ. هیچ آخوندی نمی رفت با اونا مثلا آشتی بکنه یا در آشتی شرکت بکنه. اگر عثمان شاه که اسمش شاه بود آشتن شاه می باید باشه، می باید مثلا قشون جمع کنه از اتوای جعفروای گوگلگ همه جا اومد خودش فرمان بده روزن خانه شما ایجان بکنه کدوم تیب کدوم کدوم تیب برای تیب جنگ بکنه. عثمان شاه افتر مده وقتی که دید بزن تو که من اشکر خودم خودش فرمان کرده اینجا اومده باش خواهد بس احلاد علمی عثمان شاه اسمان شاه اما وقایه روابط ترکمن ها و رفتار ترکمن ها و مناسبات ترکمن ها همین که بوده از قرن وسط قرن 16 هم تا اون روز هیچ تغییر نکرده. خب پس بودن این شاه چیه؟ یعنی بودن این شاه فقط کمک کرد که این ترکمن اتوای جعفروای دیگه با هم جنگی نکن، متحد باشن با دشمن مشترک و خودشون جنگ کنن که اونا مثلا ایران میدونستن. پس این ترتیب نه خانی نه عثمان شاه چیری لشکری نتونست وقتی که زاید خوشن کشید هیچ مقاومتی نشد. فقط در بشوسته یک مقاومتی شد، قشون مطوف یادم میامد، یک کچی به نام کچپ سر نور آخون آمچالچی کشته شد. اینا خط سیرشون تغییر دادن به طرف خازنویس رفتن لشکر به برسوسون آمد. خازنویس بدونیم که یک تیر خالی کنیم تسلیم شد. بعد کمشته بهم یک تیر خالی بکنیم هیچ تسلیم نشد. بعد یک سروانی به نام باسیری اومد که اونم فتح کرده باشه یک درجه بگیری و یک دستی در حدود 50-60 نفر اومد به سلخ فتح کنه. اومد به سلخ کمی کرده بودن سلخ چه اینا رو قابل گیر کردن نتیجه تا از اول تا آخرشن همه شنو کشتن و تنهاشن آوزن کردن به درخت. بعد فرداش که این خبر اطلاع شد یک سلخ رو آتش دادن. وقتی که سلخ آتش دادن من در آلتون تخمق بودم. وقتی که آدم ها نگاه کردن دود در آسمان رفته در آلتون تخمق، من خودم با چشم بودم دود آتش دادن شد دیدم، تماشا کردم در آلتون تخمق. من فرار کرده بودم، رفته بودم با فدر مادر من همه تخمان ها اونجا. بعد تنها وقتی که من دیگه تسلیم شدن، آمچالی تسلیم میشه بدون هیچ چیز. بعد طرف ارخلار قرینجب و همینطور آخلار از این طرف لبه سردارم فرار کرد رفت اینجا یواشکی تسلیم شد.